برنامه را با چند خبر کوتاه پی میگیریم. دبیرخانه اطبع مقدس علوی اعلام کرد که زائرسراها را برای پذیرش لبنانی‌های مهاجر به دلیل حملات رژیم صهیونیستی گشوده است. اطبع مقدس علوی در این بیانیه اشاره کرد که کاروانی حامل کمک‌های بشردوستانه و لوجستیک برای ارسال به لبنان آماده کرده است. در دیداری بین سید عارف نصرالله مسئول روابط عمومی بیت آیت الله لزما شیرازی و سید مرتضا شرف الدین استاد حوزه علمیه، امکان تأسیس مؤسسه‌ای ویژه برای تبلیغ دینی در مناطق محروم بررسی شد. سید عارف نصرالله بر اهمیت این طرح تأکید کرد و گفت که با وجود فعالیت‌های تبلیغی نیاز به روش‌های جدید برای دسترسی مردم به ویژه در مناطق و با افکار منحرف وجود دارد. او خواستار توجه ویژه به جوانان و نوجوانان در این مناطق شد. سید مرتضا شرف الدین نیز بر ضرورت آغاز سریع این پروژه برای ارتقاء آگاهی دینی و حفظ جامعه از انحرافات تأکید کرد. آژانس پناهندگان سازمان ملل میگوید یک کارمند و یک پیمانکار این سازمان در حملات اسرائیل به لبنان کشته شدند. در بیانیه این آژانس آمده که دیما درویش برای 12 سال کارمند این آژانس در شرق لبنان بود و ساختمانی که محل سکونت او و خانواده‌اش بود روز گذشته مورد اصابت موشک اسرائیل قرار گرفت. شورای امنیت سازمان ملل در یک جلسه اضطراری امروز چهارشنبه با حضور آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل قرار است درباره تشدید اوضاع در لبنان گفتگو کند. گفتنی است این نشست بین المللی به درخواست نماینده فرانسه ژان ایولو برگزار می شود و قرار است وخامت اوضاع امنیتی و راه‌های کاهش تنش‌ها در این جلسه مطرح شود.